با نام و یاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان. آخرین شرط جبهه مقاومت برای توقف جنگ علیه طالبان. افشاگری های مهم قاری عیسی در مورد شیخ رحیم الله حقانی. و در ادامه این گزارش جزئیات انتقال جسد فرماندهان گروه طالبان به قندهار. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. اسپوتنیک افغانستان می نویسد که امرالله صالح می گوید مشروعیت طالبان را با برگزاری رفراندوم می پذیریم. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان تأکید دارد که با برگزاری رفراندوم مشروعیت طالبان را می پذیرد و آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه در افغانستان است. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین افغانستان، با تازگی با بی بی سی جهانی گفته است که اگر طالبان برگزاری رفراندوم را پذیرد، مشروعیتش را میپذیرد و آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه علیه گروه طالبان است. معاون نخست رئیس جمهور پیشین در این گفتگو تاکید کرده است که غرب باید کمک کند تا یک دولت مشروع در افغانستان ایجاد شود. امرالله صالح همچنان گفته است که ما آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه هستیم، به شرطی که مکانیزمی برای یک رفراندوم ایجاد شود. اگر طالبان برنده شد، مسلماً ما مشروعیت آنها را میپذیریم. او همچنان میافزاید به نظامی که از مسیر توطئه به قدرت رسیده باشد تسلیم نخواهد شد. امرالله صالح با اشاره به یک سالگی روی کار آمدن گروه طالبان گفته است که برای طالبان یک سال گذشته نه تنها یک سال ناکامی بود، بلکه چهره واقعی آنها را به مردم افغانستان نشان داده است. مردمی که طالبان برای آنها فاجعه و قطعی آورده و زنان را به عقب راندند. باید افزود که گروه طالبان تا کنون در مورد گفته های امرالله صالح واکنش نشان ندادند. و در ادامه این گزارش، شیخ رحیم الله حقانی که یک از پرنفوذترین مبلغ های طالبان بود، در مدرسه خودش توسط فرد انتحاری کشته می شود. با این حال این حمله را بعداً گروه داعش بر عهده گرفت. اما حالا قاری عیسی، یک از منتقدین دولت طالبان، در مورد وی افشاگری های بسیار مهم می کند که شما باید آنها را بدانید. جزئیات بیشتر را از زبان قاری عیسی بشنوید. وی رحیم الله حقانی باره که ټول ځوانان نه هیله کوم چې اول د دغه باره کې تاسو څېړنه پښتنه او تحقیق وکړئ چې دا څوک دا هغه ملعون او خبیث انسان وو چې په دا شلو کلونو کې په سلګونو انتحاریان، خرمرګي، د استشهادیانو په نامه باندې وهڅول، تشویق یې کړل، جوړ یې کړل او افغانستان ته یې ولیږل. د ISI دپاره ډیر قوي دومره کار کړی چې مشرف او جنرال حمید ګل او فیض حمید به هم نیوي کړی. دا د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ لپاره شپه او ورځ د خبیث کار کړی ده. د دغه خبیث د فتواګانو د لاسه نن په افغانستان کې په لسګونو میلیونه افغانان د فقر او د غربت سره لاس او ګریوان دي. هره شپه په میلیونونو افغان میندې په ژړا خپل بچي ویده کوي چې ډوډۍ نه لري، لباس نه لري، خوراک نه لري، څښاک نه لري. نو دا ډیر یو لوی ابلیس او هغه د مکرونو او فریبونو یو لوی ابلیس او شیطانو چې د کراماتو بوجۍ واده به په حتی په حرمین شریفینو کې هم د خرمرګي د انتحاریانو جواز ورکړی وو. دا تاسو لاړ شئ د دې ویډیوګانې وګورئ، بیا تاسو ته معلومات کیږي. دا چې ویل کیږي نن په کابل کې په کوم مسجد کې یا بیرون د مسجد نه چې په هره طریقه باندې مردار شوی، دا د چا خبره په ښه شاګوم باندې نسو. ډیر ښه کار شوی، بهترین کار شوی. دا د علماو په لباس کې شیطانان او منافقین دي. دغسې منافقین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم شتون درلود. ظاهرا لونګۍ او ګیرې او آیات او حدیث وایو، خو په حقیقت کې دا منافقین دي، دا خوارج دي، دا بې رحمه دي، دا ظالمان دي. دا د ISI دپاره وفاداره، ډیر وفاداره د ISI جنرال، په حقیقت کې جنرالان دي د ISI.
دو ډیر قوی کار دی ایس آی د پاره کوي زبنګ او تاسو نظام جمهوریت اردو پولیس ته هر څه دو په مکرونو په ژړاګانو په فتواګانو د لاسه لاړ. نو دا هیله مند یم چې تاسو ورته د اسفل سافلین دعا وکړئ، رب تعالی دې د فرعون او د قارون او د شداد او د نمرود سره د حشر وکړي، او خدای تعالی دې اسفل سافلین ته بوزي او د ده په شان دي چې په لسګونو یا سلګونو یا زرګونو نور هیبتي ځناوران دي، خدای تعالی دې همدقس یو د بل پسې مرداره وي، او خدای دې لرې کړي. دا هغه خبیثان دي چې په شلو کلونو کې نه د افغانستان په روغتون، نه په ښوونځي، نه په لاره، نه په مسجد، په هیڅ شي باندې د خلکو رحم ونه کړ. دا هغه خبیثان دي چې د قرآن په منځ کې بم کېښود، د اختر په ورځ الصلاه جمال په مسجد کې په شهادت باندې ورساوه. دا ډیر بې رحمه خوارج دي، او ډیر ښه کار شوی، ډیر بهترین کار شوی. خدای تعالی دې ټول بردار کی او ټول د خدای نیست و نابود کی. په دې باندې مخه پکېږي. دا زما د زړه او زما د ایمان خبرې دي. کوم ملا چې د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ فتوا ورکړی ده، تر هغه نه خبیث، تر هغه نه ابلیس، تر هغه نه رزیل انسان برنسته ده. نو دا رحیم الله حقانی چې ځینو به ورته رحیم الله ګاډری ویل، دا ډېر لوی خبیث انسان و. موږ چې نن په دو نیوکې کوو، ځینې خلک به داسې فکر کوي چې موږ به سلفیان یو یا وهابیان یو. نه، موږ نه سلفیان یو نه وهابیان یو. زه مؤمن یم، مسلمان یم، په الله او په رسول مې ایمان ده، په قرآن او په انبیا او په ملائکو او په دیمو ایمان ده، په دیمو هم ایمان ده چې خیر او شر د الله لخوا نه دی، په دیمو هم ایمان ده چې د مرګ نه وروستو بیا هم ژوند او حساب او کتاب شته. نو موږ نه سلفیان یو نه وهابیان یو، د حق د لارې وروره، د حق د لارې عسکر یو، سپاهیان یو. چې څوک حق خبره کوي د هغو ملاتړ کوو. زما د هیواد، زما د هیواد د تباهۍ او بربادۍ فتوا چې هر چا ورکړې، په هغه د تف لعنت وي او اسفل سافلین ته دې الله بوزي. رحیم الله ګاډری باره کې څېړنه وکړي. دا ډېر لوی خبیث او ډېر لوی مکار انسان. و در ادامه این گزارش، آریا انترنشنال از میدان وردک گزارش می‌دهد که منابع محلی در میدان وردک از انتقال 5 جسد نیروهای طالبان از درگیری‌های ولایت پنجشیر به این ولایت خبر می‌دهند. منابع می‌گویند که در میان کشته شده‌ها که امروز پنجشنبه 20 اسد اجسادشان به ولایت میدان وردک رسیده، قیس مباریز، یک از فرماندهان گروه طالبان نیز شامل است. بر اساس معلومات منابع، این افراد باشندگان ولسوالی‌های چک و سیدآباد ولایت میدان وردک هستند که روز گذشته در پی حمله موشکی نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر کشته شدند. منابع محلی در پنجشیر روز گذشته بر روزنامه آریا اینترنشنال گفته است که جبهه مقاومت یک پایگاه طالبان و همچنان دو اراده رنجر گروه طالبان را هدف حمله موشکی قرار دادند. به گفته منابع، در پی این حملات که در منطقه پوجاوای ولسوالی دره صورت گرفته، بیشتر از 10 جنگجوی طالبان کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. با این حال بر اساس معلومات منابع، جبهه مقاومت در این حمله از سلاح BM1 استفاده کرده بود، اما طالبان تاکنون در این رابطه چیزی نگفته است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه‌ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیشا در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.